سال 91 سال چه پیروزی بزرگی بود؟ یک ضربه بزرگ به سیاست استمالت با آخوندهای ویرانگر ایران. گسستن زنجیرهای ارتجاعی استعماری از پای مجاهدین نیروی محوری مقاومت ایران. یک نشانه بزرگ توانستن. این مبارزه از لحظه نوشتن این نام در فهرست آمریکا در سال 1376 شروع شده بود. وقتی در 17 مهر 1376 یک مقام ارشد دولت کلینتون به روشنی به روزنامه لس آنجلس تایمز گفت: گنجاندن نام مجاهدین خلق در این فهرست به عنوان یک علامت حسن نیت به رژیم تهران و محمد خاتمی صورت گرفته است. آنها در سال 1378، سال 1999 میلادی، شورای ملی مقاومت ایران را هم در آن فهرست سیاه وارد کردند. اما نمی‌دانستند که با هدایت مریم رجوی و شرکت ایرانیان پشتیبان مقاومت و وجدان‌های بیدار عالم، یک مبارزه سخت 15 ساله شروع می‌شود. مبارزه‌ای که پرشکوه‌ترین و پرحادثه‌ترین فراز آن در سال 1391 رقم خورد و به پیروزی رسید. این نامگذاری ننگ بزرگ زمان ما بود. بنابراین فهرست خروج‌ها علیه آن بسیار طولانی است و کارزارهای طولانی و عزم بزرگ مقاومت ایران برای محو آن سرانجام پس از 11 سال اعتراض پیگیر، دادگاه استیناف ناحیه کولومبیا در واشنگتن را به اقدام واداشت. 4 تیر 1378، 25 ژوئن 1999. به دنبال شکایت مجاهدین، دادگاه استیناف ناحیه کولومبیا واشنگتن اعلام کرد: اطلاعات نقل شده از سوی وزارت خارجه از آن نوع شواهدی نیست که به طور معمول در یک دادگاه پذیرفته می شود. قضاوت وزیر که این سازمان یعنی مجاهدین امنیت ملی ما را تهدید می کند کاملا غیر منطقی و عاری از هر گونه پایه و اساس است. دومین ضربه اساسی به فهرست آمریکا را اشرفی ها در 12 تیر ماه 1383 وارد کرده بودند. وقتی دولت آمریکا پس از 6 ماه بررسی موقعیت قانونی ساکنان اشرف را به عنوان افراد حفاظت شده مشمول کنوانسیون 4 ژنو تایید کرد. مجاهدین و مقاومت ایران همزمان علیه یک جفاکاری ننگین دیگر هم می‌جنگیدند و در بهمن 78 اروپا را وادار کردند به دستور بالاترین دادگاه‌های خودش نام مجاهدین را از فهرستش پاک کند. پس از آن تلاش‌ها به سوی لغو برچسب وزارت خارجه آمریکا شدت گرفت. در طول تمام سال‌های 88 تا 91 یک فریاد در کنفرانس‌های بین‌المللی شاید هزاران بار تکرار شد: مجاهدین را از لیست خارج کنید. Another thing to be done is to apply maximum pressure to the US government to delist MEK. So we need to delist. The US Court of Appeals has ordered the State Department to review the decision and ordered the State Department to make a decision and we're long past the time that the court has ordered the State Department to make that decision. This group is not a terrorist group. Lift the designation and let's have our country on the right side. کارزار بزرگ جهانی پیش رفت تا اینکه در 25 تیر 1389، 16 ژوئیه سال 2010، دادگاه فدرال آمریکا در واشنگتن حکم داد که حفظ نام مجاهدین در لیست آمریکا در ژانویه سال 2009 توسط وزیر خارجه وقت آمریکا کاندلیزا رایس با نقض آیین دادرسی صورت گرفته و باید بازنگری شود. این مبارزه با پایداری مجاهدان اشرف گره خورد. مجاهدان در اشرف بر سر حقوق مسلم خود 10 سال پایداری کرده بودند و سرانجام پایداری آنان باعث شده بود که وزیر خارجه آمریکا همکاری آنان را در جابجایی از کمپ اشرف به عنوان یک عامل کلیدی در تصمیم گیری در مورد لغو برچسب تروریستی اعلام کند. Congressman, that given the ongoing efforts to relocate the residents, MEK cooperation in the successful and peaceful closure of Camp Ashraf, the MEK's main paramilitary base, will be a key factor
in any decision regarding the MEK's FTO status. خانم مریم رجوی در 30 آذر 1390 21 دسامبر 2011 برای نشان دادن حسن نیت مقاومت برای انتقال 400 تن از ساکنان به لیبرتی اقدام کرد، در حالی که ساکنان اشرف با نشان دادن انعطاف آماده رفتن به لیبرتی بودند. دولت مالکی و سپاه تروریستی قدس در انتقال مسالمت‌آمیز به لیبرتی کارشکنی کردند تا کمپ لیبرتی را به یک زندان تبدیل کنند. در اردیبهشت ماه 91 هنگامی که دولت عراق از انتقال اموال و خودروهای خدماتی مجاهدین ممانعت کرد و به فشارهای خود افزود و حتی به آنها اجازه دسترسی به آب و برق مکفی نمیداد، مجاهدان اشرف روند انتقال از اشرف به لیبرتی را متوقف کردند. از آن روز یک کارزار 150 روزه پرفشار و خطیر آغاز شد. نماینده دبیر کل ملل متحد و مسئول یونامی در عراق به جای یادآوری وظایف دولت عراق بر طبق توافق سازمان ملل، انگشت اتهام را به سمت ساکنان گرفت و حتی تهدید کرد که صبر دولت عراق، این به معنی یک چراغ سبز سرکوب به دولت عراق. مقامات آمریکایی از مجاهدین می‌خواستند که بلادرنگ انتقال به لیبرتی را از سر بگیرند. در 19 اردیبهشت 91 قطعنامه کنگره آمریکا با امضای 100 تن از نمایندگان از هر دو حزب، وزیر کلینتون را به لغو لیست گذاری مجاهدین فراخواند. این خواسته همه وجدانهای بیدار بود. در همان روز 19 اردیبهشت جنگ در دادگاه رسیدگی به شکایت فوری سازمان مجاهدین خلق ایران جریان داشت. وکیل وزارت خارجه در یک دروغ آشکار گفت مجاهدین ادعا می‌کنند که خلع سلاح شدند، در صورتی که هیچ موقع یک جستجوی کامل خانه به خانه در اشرف نشده است. وکیل وزارت خارجه در پاسخ به این سوال دادگاه که شما چقدر وقت برای بازبینی می‌خواهید گفت، ما این کار را 60 روز پس از اینکه قرارگاه اشرف تخلیه شود و امکان بازرسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات آن را به دست بیاوریم انجام خواهیم داد. وکلای مجاهدین در دادگاه واشنگتن پاسخ این ادعا را دادند. ما عمیقا متاسفیم. دولت به خوبی می‌داند اشرف همواره برای بازرسی‌های اعلام نشده در سراسر دوران اشغال عراق توسط آمریکا از آوریل 2003 تا اوایل 2009 در دسترس بوده است. پس از آن اشرف هم بیدرنگ پاسخ این ادعا را داد. وزارت خارجه و ارتش آمریکا همکنون و در هر ساعت شبانه روز که خواستند با تجهیزات کامل و کافی به اشرف بشتابند و همه جای آن را برای 100مین بار بازرسی کنند. گواهی سرهنگ وستی مارتین، فرمانده نیروهای آمریکایی حفاظت از اشرف، در استماع پارلمان کانادا دروغ بودن ادعای وزارت خارجه آمریکا را روشن تر کرد. Not only was Camp Ashraf searched multiple times by U.S. forces, but also by Iraqi forces in 2009 with the use of canine. All the results were the same. No weapons were found at Ashraf. یک کنفرانس بزرگ با برجسته‌ترین شخصیت‌ها در 26 اردیبهشت ضربات افشاگرانه خود را بر ادعای وزارت خارجه وارد آورد. Why do they want the MEK on the terrorist list? Because the MEK poses the greatest threat to existential threat to their very being. Why? Because the MEK supports a non-nuclear Iran. The MEK supports separation of church and state and equal rights for women. I personally was to every single facility
on that 36 square kilometer facility. فردای آن روز یک استماع در کنگره آمریکا پرسش‌های بی‌پاسخی را در برابر وزارت خارجه آمریکا گذاشت. حالا ما یک بهانه جدید می‌شنویم. وزارت خارجه نگران هست به خاطر اینکه ممکنه سلاح‌هایی در کمپ باشه. در 18 ژوئن 2003 فرمانده نظامی آمریکا ژنرال اودیرنو گفتش که سازمان مجاهدین خلق به طور کامل خلع سلاح شده که من از متن گفته شده نقل می‌کنم. ما تمام سلاح‌های کوچک و سلاح‌های سنگین رو گردآوری کردیم. در تاریخ 4 خرداد 1391 یک فراخوان بزرگ ساده شد. فراخوان هزاران پارلمانتر در اروپا و آمریکا به بازرسی فوری اشرف توسط نیروهای آمریکایی و خروج بلادرنگ مجاهدین از لیست وزارت خارجه. 24 می 2012، 4 خرداد 1391. در 4 خرداد روزنامه واشنگتن پست موضع قاطع مقاومت ایران را این چنین بازتاب داد: بازرسی اشرف یک شرط اساسی برای انتقال ساکنان اشرف به کمپ لیبرتی است. با تلاش خستگی ناپذیر وکلای سختکوش سازمان مجاهدین خلق و مدیریت دقیق خانم مریم رجوی، بعد از اقامه مجدد دعوای حقوقی بر اساس رویه قضایی ویژه و معروف به مندمس، تأخیر غیرقابل توجیه وزارت خارجه در اجرای حکم دادگاه به چالش کشیده شد. دادگاه استیناف فدرال آمریکا در واشنگتن با صدور حکم در 12 خرداد تأخیر وزارت خارجه در بازنگری را یک تأخیر فاحش توصیف کرد و به وزارت خارجه آمریکا 4 ماه فرصت داد تا در مورد بازنگری در لیست گذاری تصمیم بگیرد. دادگاه تأکید کرد که در صورت تأخیر وزیر خارجه در بازبینی و تصمیم گیری، خود به لغو این لیست گذاری حکم خواهد داد. در فاصله 12 خرداد تا 11 مرداد وزارت خارجه آمریکا 6 بار برای از سرگیری انتقال گروه‌های مجاهدان از اشرف به لیبرتی موضع‌گیری کرد. مقامات وزارت خارجه در تلکنفرانس و اطلاعیه و از طریق سخنگوی وزارت خارجه موضع‌گیری نمودند. دولت مالکی نیز با اعلام ضرب الاجل به تهدید سرکوب پرداخت. انواع تهدیدها نتوانست مقاومت اشرف را در هم بشکند. در همان روزها نیز مارتین کوبلر در شورای امنیت تقصیرها را به عهده مجاهدین دانست و از دولت عراق ستایش کرد. از سوی برخی مقامات وزارت خارجه تهدید نگه داشتن نام مجاهدین در فهرست تروریستی هم مطرح شد. اما آمادگی مجاهدین برای پرداخت بها سرانجام همه توطئه‌ها را پس زد و در یک توافق وزارت خارجه پذیرفت که در صورت حرکت گروه‌های بعدی مجاهدین متحد به لغو برچسب تروریستی خواهد شد. همزمان کارزار جهانی برای محکومیت نگهداری نام مجاهدین در فهرست تروریستی با شدت بسیار ادامه یافت. 74 نماینده پارلمان عراق در نامه‌ای به هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا فشارها علیه مجاهدین در اشرف و لیبرتی را نتیجه فشارهای رژیم ایران بر روی دولت عراق دانستند. کمیته بین‌المللی در جستجوی عدالت از سوی بیش از 4000 پارلمانتر در اروپا و آمریکا نوشت: خانم مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران در 17 اوت 2012 اطلاعیه‌ای به نشانه حسن نیت درباره انتقال 6 گروه نفرات از اشرف به لیبرتی صادر کرد. این تصمیم در شرایطی گرفته شد که سیاست‌های غلط دولت آمریکا در مماشات با رژیم ایران و کارکردهای تأسف‌بار فرستادی سازمان ملل در عراق شرایط را به بن‌بستی کشانده بود که آنها خود نیز دیگر قادر به شکستن آن نبودند. ما رهبران کشورهای اروپایی، وزرای خارجه کشورهای اروپایی و همچنین خانم اشتون را
به تلاش هرچه بیشتر برای خاتمه دادن به این بحران انسانی بزرگ فرا می‌خوانیم. فراخوان 101 نماینده پارلمان عراق از فراکسیون‌های مختلف به دبیر کل ملل متحد درباره تعهدات ملل متحد، آمریکا و عراق برای تضمین حقوق مجاهدان اشرف و لیبرتی 24 اوت 2012. کنفرانس در واشنگتن. رژیم ایران ضربه پذیر در داخل، تروریسم در خارج. سیاست ایالات متحده و مقاومت ایران. تعهدات آمریکا در قبال مجاهدان اشرفی. 25 اوت 2012، 4 شهریور 1391. And that issue is delisting the MEK so that it can continue to mount a strategic mission which is to overthrow the mullahs in Tehran. مقامات ارشد در دولت‌های کلینتون، بوش و اوباما، ژنرال‌های ارتش آمریکا و فرماندهان حفاظت اشرف به لغو لیست گذاری مجاهدین توسط وزارت خارجه فراخوان می‌دهند. واشنگتن، 30 اوت 2012، 9 شهریور 1391. شهردار رودی جولیانی، ژنرال جیمز جونز، وزیر تامریج، فرماندار هاوارد دین، فرماندار ادوارد رندل، وزیر مایکل موکیزی، لوئیس فری، ژنرال جیمز تری کانووی، پاتریک کندی، سفیر میچل ریس، سناتور رابرت توریسلی، ژنرال دیوید دپتولا، ژنرال مایکل هیدن، ژنرال دیوید فلیپس، سرهنگ وسلی مارتین، سرهنگ لئو مک کلاسکی. پس از 4 ماه ایستادگی و کارزار فشرده و در هم شکستن ضرب العجل‌های 9 و 10 و 11 حکومت عراق، سه‌شنبه شب 7 شهریور، 6th group از مجاهدان اشرف پس از زیارت مزار شهیدان در قطعه مرواری به لیبرتی رفتند. و سرانجام اراده مقاومت بر سماجت توطئه و خیانت پیروز شد و خبر به گوش ها رسید. But right now this has to do with an exiled Iranian group. We understand the American Secretary of State Hillary Clinton is going to remove that exiled group from the terror list. و در پی آن خبر زوزه‌های دشمن حقیقت نیز شنیده شد. وزارت اطلاعات رژیم آخوندی که هنوز مجاهدین رسما از لیست آمریکا خارج نشدند در حال قالب تویی کردن است، برای نخستین بار اعلام کرد که لااقل 50,000 تن از پاسداران سپاه جهل و جنایت در صد رشته نبردهای ارتش آزادی بخش ملی ایران به هلاکت رسیدند. C'est l'un des plus beaux jours de leur vie. Ces Iraniens en exil se battent contre la dictature des mollahs à Téhéran. Mais leur organisation, les Moudjahidines du peuple, était qualifiée de terroriste par les États-Unis. Washington vient de changer d'avis. Aujourd'hui, je suis très heureuse pour moi, pour le peuple iranien et pour la résistance iranienne.
تفریج به مریم رهایی، مجاهدان اشرف و لیبرتی به مقاومت ایران و یاران اشرف نشان در سراسر جهان. مسعود رجوی، 7 مهر 1391. بله مردم ایران در مریم و در اشرف پیروز شدند. بند برچسب آخوند ساخته و آخوند پسند تروریستی رو از هم گسستند. تبریک به مریم و ملت ایران، تبریک به مجاهدین و مقاومت ایران، تبریک به یاران پاکباز اشرف نشان در سراسر جهان، اونهایی که 1000 روز در برابر وزارت خارجه و کاخ سفید در آمریکا و همچنین در ژنو و جاهای دیگر مشابه اون فریاد زدند علیه رژیم پلید ولایت و سیاست استمالت مشت گره کردند و سرانجام پیروز شدند. بله امروز روز شادی و پیروزی شگفت ایرانیان، روز به بار نشستن 1 دهه مبارزات مریم و اشرف و مجاهدان و آزادگان در ایران و سراسر جهان است. سلام بر شهیدان. الیس صبح و به غریب. دقایقی پیش وزارت خارجه آمریکا در نامه رسمی به دادگاه همه سوء تفاهمات رو رفع کرد و نوشت در اول ژوئن 2012، 12 خرداد امسال، دادگاه به وزیر خارجه دستور داد که یا در ضمن 4 ماه نامگذاری تروریستی رو باطل میکنید و یا که دادگاه خودش رأساً این کار رو انجام خواهد داد. وزارت خارجه میگوید بدین وسیله اعلام میکنیم که وزیر خارجه پس از اطلاع به کنگره نامگذاری سازمان مجاهدین خلق ایران را از امروز باطل کرد. مبارک است.